رامین نیامی از چهره‌های فعال ایرانی در سینمای آمریکا است. او فارغ التحصیل رشته سینما از انگلیس و در طول سالها فعالیت حرفه‌ای در تهیه و تولید فیلم‌های مستند و داستانی مختلفی مشارکت داشته. آقای نیامی پیش از اینکه به صورت تمام وقت در سینما مشغول باشند، مدتی هم در دانشگاه‌های مختلف تدریس کردند و تجربیات ارزنده‌ای در این زمینه دارند. مستند Babes and Rick is In و فیلم داستانی شیرین In Love دو پروژه تازه رامین نیامی هستند. اولی درباره هنرمندان موسیقی بلوز آمریکا و دومی فیلم کمدی درباره زندگی آمریکاییان ایرانی تبار در این کشور. در دقایق آینده درباره این فیلم‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای نیامی به شباهنگ خوش آمدید. بهتون سلام می‌کنم. سلام، خیلی متشکرم از اینکه در برنامه‌تون شرکت می‌کنم. من میدونم شما خیلی کم گفتگو میکنید، مدت ها سعی کردیم شما رو به برنامه دعوت کنیم. دلیلش چیه؟ چرا از مصاحبه فراری هستین؟ والا مشغول کارم این فیلم ساختنم. من ترجیح میدم پشت دوربین باشم تو جلوی دوربین، چون آدم های خیلی بهتری هستن برای این کار جلوی دوربین. خواهش میکنم. برها خوشحالیم در دقایق آینده میتونیم مختصر و مفید درباره کارهای زیادی که شما انجام دادی صحبت کنیم. من میدونم شما فیلم‌های مستند زیادی تولید کردید و ظاهراً علاقه زیادی به این ژانر سینمایی دارید. یه مقدار درباره علاقه به مستند برامون توضیح بدید. چه دید و نگاهی دارید؟ به سراغ چه سوژه‌هایی میرید؟ در چه زمینه‌هایی کار می‌کنید؟ من به عنوان فیلمساز هیچ وقت فکر نمی‌کنم فیلمی که می‌خوام بسازم مستند یا داستانیه، و هم فیلم داستانی ساختم هم مستند. در مورد مستند مثل داستانی، موقعی که یه موضوعی پیدا میکنم که جالبه برام و فکر میکنم که تماشاچی ها میخوان ببینن و یه توش قصه خیلی خوبی هستش، موقع است که تصمیم میگیرم اونو بسازم. و همیشه سعی میکنم که یه تنوعی باشه. برای هم فیلم های من های نگاه کنین با هم خیلی فرق دارن. فیلم هم اکثرا مسائل انسان دوستیه، راجب هنرمندا، راجب آدم های مختلف، مسائل اجتماعی. وقتی که یه موضوعی رو میبینم که خیلی فکر میکنم جالبه، همطور که گفتم راجبش فیلم میسازم. به عنوان یه مستندزاد چه قسمت کار براتون دشواره یا به اصطلاح چالش اصلی برای ساخت مستند؟ اینجور بپرسم، مثلا چه مراحلی رو طی میکنید تا یه فیلم مستند ساخته میشه؟ چه کار میکنید؟ اول موضوع که پیدا میکنم فکر میکنم که این موضوع برای من جالبه، بعد فکر کنم برای تماشا چی جالبه، و بعد فکر کنم چه داستان از توش در میرم. من با فکر باز میرم یه فیلم رو درست میکنم. هیچ وقت نمیشینم یه برنامه، یه انشایی بنویسم بعد مثلا به عنوان گفتار بذارم. فیلم هم هیچ وقت گفتار ندارن، برای اینکه فکر میکنم خود موضوع باید قصه رو بگن. مسئله مشکلی که ما به عنوان فیلمساز مستقل من دارم و بقیه دارن این که همیشه باید فکر کنیم اول سرمایهش از کجا میاد، کجا میتونیم نشون بدیم، بعد رابطه با موضوع برقرار کردن که بمونه اعتماد داشته باشن که جلو دوربین راحت باشن حرفاشون رو بزن یا ما توی از زندگیشون فیلم بگیریم. چون به هر حال ما تو زندگی مردم با دوربین اون دخالت میکنیم و مردم باید اون اعتماد با ما برقرار بکنن. بعد خود داستان معمولا در مرحله مونتاژ در میاد. من اکثرا آخر فیلم هم نمیدونم کجا میره و موقعی که شروع میکنم فیلمو یه مقدار از داستان میدونم، بقیهش رو میذارم با اینکه واقعیت چیه و ما با موضوع به جلو میریم. و همطور که گفتم در مرحله مونتاژ خیلی شکل میگیره فیلم. های نیامی، تازه ترین مستند شما عنوانش از Babes and Rick is In که فیلمیست درباره هنرمندان موسیقی آمریکا. چرا به این موضوع علاقمند شدید و تصمیم گرفتید مستندی در این رابطه بسازید؟ من همیشه به موسیقی خیلی علاقمند بودم و اکثر فیلمام هم خودم تهیه کننده موسیقیش هستم. من به طور اتفاقی به یک کلابی رفتم در ساوت سنترال که به حساب محله فقیرنشین سیاه‌پوست لس آنجلس، و یکی از دوستان موسیقی منو برد اونجا و یه خانومی دیدم اونجا جلو در نشسته که همون لحظه اول عاشق شدم. خانم 89 سالش بود و 54 سال بود که این کلاب رو میگذروند.
فیلم هم راجع به موسیقی بلوز و هم راجع به این خانومه، برای اینکه این خانوم نقش خیلی مهمی در زندگی تمام موسیقیانا داره. و وقتی که من دیدم که یک شخص فوق العاده استثنایی که تمام زندگیشو رو این گذاشته که به موسیقیانا کمک بکنه و موسیقی بلوز رو به حساب اشاره بده، خیلی علاقمند شدم. خانم خیلی جالبی بود. متاسفانه من روزهای آخر کلاب رو گرفتم، برای اینکه موقعی که فیلم ساختم این خانم فوت کردن و کلاب بسته شد. ولی یه اثر خیلی جالبیه، برای اینکه یه قسمتی از تاریخ که دیگه محو شده. برای بینندگان ما مختصری درباره تهیه و تولید همین مستند توضیح میدید؟ به کجاها رفتید؟ در چه مکانهای فیلم برداری شد؟ و اصولا چه خط و جهتی داره؟ بیننده رو به کجا میبره؟ بله، من هم تو که گفتم اولش از خود کلاب شروع شد و من حدود یک سال مرتب میرفتم اونجا تا یه رابطه با خود این خانم و بعد با موسیقیانو پیدا کنم که این موسیقیانو بتونن زندگیشون رو برای ما توضیح بدن. بعد از طریق موسیقیانو من به کلاب های دیگه رفتم، بعضیاش در به حساب محله خیلی متمول تر مثل سنت مونیکا یا دانتان اله، ولی بعضی هم خیلی جالب بود، برای اینکه من جاهایی رفتم که اونایی که اونجا بودن میگفتن تو اولین سفیدی هست که من توضیح دادم سفید نمیم خاکستری، اولین کسی هستم که به حساب میرم اونجا. مثلا یکیش در جانک یارد بود، یعنی یه جایی بود که مثلا مثلا لوازم دست دوم میفروشن و شبای جمعه، شنبه، یک شنبه موسیقی بلوز دارن. واقعیتش اینه که موسیقی بلوز از فقر اومده، از مسائل نژادی اومده و من هدف این بودش که اون تمو نگه دارم، چون یه چیزی که خیلی استثنایی راجع به این کلاب اینه که هنرمندایی که اونجا هستن بودن و می اومدن اجرا میکردن، هنرمنده از تمام دنیا هستن، از آلمان، فرانسه، ژاپن، سفید امریکایی، نمیدونم امریکای جنوبی، همه جور آدم ها. و همه این آدم ها دور هم جمع میشن یه چیز زیبایی به اسم موسیقی بلوز درست میکنن. و اون خودش میگم یه قضیه خیلی جالب بود برای اینکه ما میتونیم یه فیلم مستند خیلی خوب در بیاریم. چه برنامه برای مستند دارید آقای نیامی؟ به چه صورت اکران میشه یا در دسترس علاقمندان قرار میگیره؟ بله، این فیلم رو مسئله پخش مسئله خیلی خیلی مهمیه و مشکل خیلی بزرگیه که ما داریم، برای اینکه به عنوان فیلم ساز مستقل و چون ما با استودیو به هر حال رقابت میکنیم، اینو قراره در سینمایی در سنتا مونیکا نشون بدن و بعد یک سری کنسرت های خواهیم داشتش همزمان و بعد امیدوارم در شهرهای مختلف نشون بدیم. ولی فیلم های اینطوری این سبک و اصولا داکیومنتری مستند تلویزیون خیلی مهمه و بعد الان چیزی که در امریکا خیلی الان معمول شده VODه، یعنی ویدیو آن دیماند، که مردم $5 میدن و از طریق کامپیوترشون میبینن. اون خب یه پخش خیلی مهمیه، ابزار خیلی مهمیه برای ما به اضافه DVD. و برای این کار با اینکه ما چند تا پیشنهاد داشتیم، ولی تصمیم گرفتم که خودم یه شرکت پخش درست کنم، چون در گذشته تجربیات خیلی خوبی نداشتم از شرکت های پخش کننده. برای این فیلم رو قرار پخش کنیم و یه سری فیلم های دیگه. آقای نیامی، میخوام به تازه ترین فیلم داستانی شما بپردازیم، شیرین این لاو یا عشق شیرین، که شما موضوعی رو دستمایه کارتون قرار دادید که مربوط میشه به ایرانیان مقیم آمریکا یا آمریکاییان ایرانی تبار. کمی درباره این موضوع صحبت کنید. چرا یه همچین موضوع فیلم رو انتخاب کردید؟ من فیلم هایی که قبلا ساخته بودم همشون موضوعش موضوعی به حساب امریکایی بودن. این فیلم هم در اصل موضوع امریکایی بود، هنوز هم هست، یعنی یه فیلم عشقی رومانتیکه. منتها من موقعی که از نیویورک اومدم لس آنجلس، چون با ایرانی ها تماس بیشتری داشتم، تصمیم گرفتم که نقش
به حساب دختر جوون رو که نازنین بنیادی بازی میکنه، شیرین، اینو یه دختر ایرانی و یه خانواده ایرانی درست کنم، چون تضاد فرهنگی خوش باعث کمدی میشه. ولی موضوع فیلم یه موضوعی که خیلی جنبه جهانی داره، یه دختری که نامزدی داره که جراح پلاستیک خودش میخواد، خودش وکیلی میخواد نویسنده بشه، مسائل خانوادگی، ولی عاشق کس دیگه میشه و این خودش تضادهایی به وجود میاره که باعث میشه که جنبه کمدیش باشه و اون مسئله رومانتیکش. ضمناً این ته این سالا من حقیقتش از تصویری که از ایرانی ها تو فیلم های امریکایی نشوندن هیچ خوشحال نبودم. دلم خواست یه چیزی باشه که خیلی نزدیکتر به تصویر واقعی ایرانی ها باشه، چون ایرانی ها اینجا خیلی موفقن، تحصیل کردن و همطور گفتم این یه دختره که وکیل، نامزدش جراح پلاستیک، مادرش مجله مد داره، پدرش استاد دانشگاه است. یه تصویر مثبتی از ایرانی ها در امریکا نشون بده. آقای نیامی، من فهرست بازیگران این فیلم رو نگاه میکردم، خب گروهی بازیگر آمریکایی هستن، تعدادی ایرانی، چهرهایی مثل نازنین بنیادی، مازیار جبرانی، همونجور که شما اشاره کردید. چطور این گروه رو گرد هم آوردید؟ چه تجربه یه کار کردن با این بازیگرای ایرانی تبار در مجموعه یه فیلم کمدی و خانوادگی؟ بله، من موقعی که داشتم اینو به حساب ورژن فارسی ایرانی امریکایی شو می نوشتم، ماز جبرانی و مکس امینی و اینا رو در نظرم بود، چون می شناختم مارشال منش رو، من می شناختم و خیلی خوشحال شدم که اینا همه نقش رو قبول کردن. دو تا رولی که برای من خیلی مشکل بود، رول شیرین و مادرش بود که یکی از دوستان نازنین بنیادی رو به من معرفی کردن که هنرمند فوق العاده هستن و میدونم که در آینده حتما یه ستاره بزرگی میشن، و خانم آنایتا خلط برای که ایشون کارهای تلویزیونی کردن، تا حالا فیلم بازی نکرده بودن و خیلی مشکل بود که بالای مادر درست پیدا کنم. خوشبختانه بازی فوق العاده، بازیگر فوق العاده هستن و بسیار عالی بود، چون اینا هنرپیشه های خیلی خیلی خوبی هستن و از اون طرف هنرپیشه های امریکایی هم مثل ایمی مدیگن که کاندید اسکار، جورج والاس که کمدین خیلی معروفه، و رایلی سمیت که هنرپیشه خیلی خیلی با تجربه ایه. موقعی که با این هنرپیشه ها کار میکردم دیگه مسئله این که اینا ایرانی یا امریکایی هستن فراموش شده بود. من با یه هنرپیشه های درجه یک بازی میکردم که فوق العاده با استعداد و امیدوارم در آیندهم بازم باشون کار بکنم. و میدونم که شما مراحل نهایی تدوین این فیلم رو پشت سر میذارید، خیلی کوتاه و مختصر برام میگین که چه برنامه‌ای برای این فیلم دارید و فکر میکنید که چه زمانی اکران بشه؟ میگم راجع مسائل الان تجمیدم خیلی بیشتر بعدن صحبت کنم. الان ما مسئله آخر مونتاژش این که کار موسیقی و صدا رو انجام میدیم و بعد امیدواریم که پخش کننده خوبی بخره، وگرنه خودمون پخش میکنیم، چون فیلم های اینطوری الان همونطور که اول صحبتم هم بود یه بازار خیلی مهمشون تلویزیونن و وی او دی، ویدیو آن دیماند و دی وی دی هن. اونو ما داریم و خود ما هم یه برنامه‌ای برای پخشش داریم، یعنی شرکت خودمون اگر با کسی به توافق نرسیم ما خودمون برنامه داریم که در 8 تا 10 تا شهر امریکا نشون بدیم. مسئله ما فقط نیست که پخش کننده داشته باشیم، مسئله این که یه کسی باشه که حساسیت، من حساسیت به خصوصی نسبت به این فیلم دارم که با ما خوب کار بکنه که فیلم بهش ضربه نخوره. بنابراین یا با یه شرکت دیگه کار میکنیم یا اینکه خودمون پخش میکنیم. و فیلم های من در گذشته در بیننده های زیادی داشتن، در HBO، در شو تایم، این هم ما مطمئنیم که خیلی خوب میتونیم به تلویزیون بفروشیم. و مسئله وقتی میگم خوب فروختن فقط مسئله مالیش نیست، مسئله اینه که میلیون ها نفر اینو ببینن، چون همچون گفتم برای من خیلی مهمه که یه تصویر مثبتی از
ایرانی اونطور که هستن ما نشون بده. بر با توجه به موضوعی که این فیلم داره و بازیگران ایرانی که درش هستن، کنجکاوی و سوال در این رابطه خیلی زیاده از طرف بیننده های ما، که این رو موکول میکنیم به فرصت دیگری وقت اطلاعات بیشتری باشه حتما با شما میتونیم مفصل برای صحبت کنیم. اما من میدونم غیر از فعالیت هایی که شما در آمریکا دارید، یه جنبه دیگه کارتون ارتباطاتیه که با سینماگران داخل کشور دارید، داخل ایران. یه مقدار در این رابطه توضیح کنید چطور سینما ایران دنبال میکنید و با همکارانتون اونجا در ارتباطین؟ من سینما ایران همیشه خیلی دوست داشتم و خیلی دلم میخواد که در ایران هم فیلم بسازم. من اولین فیلم آقای امیر نادری رو که اینجا ساختن، منهتن با این نامبرز، تهیه کنندهش بودم و خیلی دلم میخواد که این فعالیت ها رو ادامه بدم. الان هم این شرکت پخش که ما درست کردیم، یکی از هدفهای من این که فیلم‌های فیلمسازای ایرانی رو بیشتر اینجا نشون بدیم، چون متاسفانه خیلی‌هاشون پخش درست نمیشن و ضربه میزنن به فیلم و به فیلمساز. اولین فیلمی که ما قرار نشون بدیم فیلم آقای داریوش مرچویی، نارنجی پوشا، و من امیدوارم فیلم‌های بیشتری از ایران بیاریم اینجا نشون بدیم، هم فیلم‌های ایرانی که در ایران تولید شده و هم فیلم‌هایی که دوستان ایرانی در آمریکا می‌سازن. اون یه چیز شخصیه که من خیلی بهش علاقه‌مندم. مطمئناً شرکت ما فیلم‌های دیگه‌ای هم پخش خواهد کرد، ولی من چه سینما ایران خیلی دوست داشتم. من یادم سال‌ها پیش فیلم آقای اصغر فرهادی رو دیدم، شهر زیبا رو، و اون موقع گفتم که این فیلم باید اسکار بگیره و خیلی خوشحال شدم که بعداً فیلم بعدیشون چند سال‌ها بعد اسکار گرفتن. بله، و من هنوزم فکر کنم شهر زیبا رو باید بهش اسکار بدن. خیلی سپاسگزارم آقای نیامی که امروز در لس آنجلس با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. در فرصتی دیگه راجع به پروژه‌های آینده‌تون گفتگو میکنیم. روز خوبی داشته باشید. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. با سپاس.